در جلسه استماع زیر کمیته حقوق بشر از کمیته امور خارجی کنگره آمریکا، نمایندگان کنگره در مورد وضعیت اشرف پس از حمله جنایتکارانه مزدوران عراقی رژیم و همچنین دخالت رژیم آخوندی در عراق به بحث و گفتگو پرداختند. در جلسه استماع زیر کمیته حقوق بشر کنگره که روز پنجشنبه 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور برگزار شد، دینا روهرا نماینده کنگره از ایالت کالیفرنیا و معاون زیر کمیته حقوق بشر کمیته خارجی کنگره آمریکا گفت: امروز ما می‌خواهیم در مورد روابط و شرایطی صحبت کنیم که قبل از دخالت نظامی در عراق وجود داشته، چون این هم از مواردی است که باید با آن درگیر شویم. یکی از موارد اصلی کمپ اشرف است، جایی که افراد آن عهد کردند تا در برابر دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران بایستند و اکنون در شرایطی قرار گرفتند که حاصل رفتن ما به عراق است. بنابراین آنچه که بر اشرف و بر آن انسانها می‌گذرد به ما ربط دارد. من امیدوارم با توجه به تمام هزینه ها و خونهای داده شده در این جنگ، با این هدف که یک جامعه دموکراتیک به وجود بیاید، عراق ارزش بیشتری برای حقوق بشر قائل شود. حکومت عراق به جای آنکه بخواهد با مشت آهنین کارش را پیش ببرد و کارهای مشابه آن با کمپ اشرف کرد و کارهایی که مشابه آن با کمپ اشرف کرد انجام بدهد، باید با اتکا به ارزش‌های حقوق بشری کارش را به پیش ببرد. امیدوارم با 36 زندانی که از کمپ اشرف برده شدند به خوبی رفتار شود و حقوق بشر آنها رعایت شود، که البته در مورد محترم شمردن این حقوق شک دارد.